از هارون درخواست میکنم که لطفاً بیام بالا و دعای قدم سه رو بخونن و شروع کنیم. سلام علی جان، سلام علیکم. درود بر شما و دوستان عزیز. خداوند خود را تقدیم تو می دارم. با من کن و از من سازم چه خود اراده کنی. از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم. مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد. برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهند داد، باشد که همیشه بر اراده تو گردن نهند. آمین. من یه لحظه این سکوت رو برقرار کنم. دوستانی که تازه عضو میشن خیلی خوش اومدید، ولی لطفا اینجا باید بریم و اینجا دوست عزیز لطفا میکروفونتون رو قطع کنید. خب مثل این که نتونستم، من خودم قطع کردم براش. خب امیدوارم حال احوالتون میزون باشه، قطعا میزون هست. امیدوارم حال احوال روز به روز خوب شده باشه و بریم سراغ این که ما جلسه پیش یه سری کارها گفتیم انجام بدید لطفا، که شما هم بسیار علاقمند بودید و ما گفتیم که خب پس حالا که علاقمندید بیاید و همه رو انجام بدید. ما گفتیم اول سهممون رو میبینیم، بعد میبینیم ما به کجای صدمه زدیم. خب ازتون میخوام برای من بخونید که ببینم کیا تونستن این هفته سهم خودشون رو از توی لیستی که تو قدم چهار قرار بود بنویسن پیدا کردن. آره اونایی که ای بابا، آقای حسین عزیز این میوت کن لطفا. خب اونایی که سهمشون رو دیدن خوندن بلنشم بیان بالا. برای اینکه کار راحت بشه از هارون شروع میکنیم، بعدش هم خانم مریم، بعد نعمت، بعدش هم حسین اگه خواست صحبت کنه. سلام علیکم، شروع کنم. حال شما چطوری هارون؟ صدات خیلی بده، اینترنت بررسی بکن بعد بیا بالا. آره دیگه به واسطه این کرونا همه مجبور شدیم اینترنتی کار کنیم و خلاصه اینترنت همه دنیا رو تبدیل کرده به یک دهکده خیلی کوچولو. چند سال پیش از این کاری نمیتونستیم بکنیم. هارون برای اینکه کیفیت صدا بهتر بشه لطفا تصویرتو قطع کن. حالا بعد به یه سری بگیم تصویر بده، به یه سری بگیم تصویر قطع کن. هارون از اون جمله دست بر. الان خوبه؟ علی جان خوب شد؟ آره خوبه خوبه، برو. سپاسگزارم از خداوند بابت همه چیز، بابت زندگی، بابت وجود سالم، بابت این حال خوش و این جلسه بسیار زیبا که همه دنیا واسه جلسات بیزنس جمع میشن کنار هم. ما واسه این که بتونیم خودمونو، مشکلات خودمونو برطرف کنیم، بتونیم یه زندگی متعادل رو تجربه بکنیم. سوال طلایی که تو جلسه گذشته بود، علی جان سهم من از رنجش ها چی بود؟ این بود. و آره از آنجایی که من یک شخصیت کاذبی واسه خودم درست کرده بودم و از در واقع با ماسک زندگی می‌کردم و هم در اجتماع، در خانواده و در محل کار، و این تبدیل شده بود به یک غالب و طول کشید من تا اینو، تو این برنامه که اومدم طول کشید تا این قالب رو بشکنم و با شخصیت واقعی خودم روبرو بشم یواش یواش تا بتونم بالاخره اون مسیر رو که قرار بپرم
به خدایی که تو این مسیر هست اعتماد بکنم تا بهتر بتونم بهش تکیه بکنم و مسیر حرکتی رو بپیمایم و خودم رو بشناسم. و با این تفاصیل وقت و زمان نیاز داره علی جان، و این غالب و بوتی که من از خود ساختم بشکنمش و برای شکستنش از آن هنوز هم هنوزه که ترس و وحشت به سراغم میاد، تجربه میکنم دارم این باید ترس و وحشت رو. ولی خب از آنجایی که شما و برنامه در کنار ما هستید و خداوند مهربان، دارم حرکت میکنم، نمیدونم چطوری ولی در حال حرکتم. اون چیزایی که من پیدا کردم تو این جریان و تو این هفته، سهم من یکی اینی که چون که دچار بحران که میشم، مخفی نگه داشتن و مخفی کاریه که باعث شده که ایجاد رنجش و ماندگاری اونها در من بیشتر بشه. و دوم هم عدم صداقت با خود بوده که من هیچ زمانی نتونستم با خودم روبرو بشم و توی برنامه که اومدم دارم تمرین میکنم که خودم رو بشناسم و اون خود واقعی هم و اون هارونی که هست باش روبرو بشم، اون چی میخواد از این برنامه و چی مسیری رو باید طی بکنه و به چه اهدافی باید فکر بکنه. و منظور کل برنامه نتیجه اینه که همون آگاهی هست. و علت سومش هم علی جان عدم پذیرش این که دیگران هم انسانند و میتوانند اشتباه بکنند. من اینو نمیشناختم ولی امروز اینو میشناستم، این جریانی رو، و سعی برای اینه که دیگران رو هم بالاخره اونا هم مثل من انسانند و دوچار خطا و اشتباه میشه، من امروز حق ندارم که رنجش اونا رو حمل بکنم. اینجا باز هم نقش منه. چهارم این بود که عدم تغییر زاویه دید من در برنامه. امروز من عشق و محبت و نوع دوستی و آوردن خدا تو زندگی مو دارم تجربه میکنم و اینو هیچ زمانی، چون که من با فکر خودم با تصمیمات خودم در تمام مراحل زندگی ازشون استفاده میکردم، خدا در کار نبود. شاید هم خدایی بود ولی لفظی و زبانی بود. ولی امروز من متوجهم که خداوندی مهربان و عاشق و توانمند در کنارم هست. و پنجمی همین بود که ترس از قضاوت دیگران، بزرگترین عامل عدم پیشرفت من تو برنامه های زندگی هم و جایی که دچار ترس و وحشت میشم و جایی که ضرر کار بزرگی رو انجام بدم دچار این جریان میشم، قضاوت دیگرانه. علی جان توی این هفته واقعا این جریان قضاوت دیگران هنوز هم داره آزارم میده. اینقدر تمرین کردم، اینقدر من رفتم نوشتم در رابطه به این جریان، اینقدر موضوع نوشته، ولی باز هم میبینم که هنوز توی هارون میترسی که دیگران در حق تو چگونه قضاوت بکنن. مثلا امروز یه برنامه پیش اومده تو کاری من، تو بحث کاری خودم یه مشکلی پیش اومده، صاحب کارم از اون جریان خبر نداره ولی میترسم خبرش کنم، بهش بگم که جریان چی بوده. دارم مدت 4-5 روز دارم مخفی کاری میکنم، میگم تقیب توقی بکنه خداوند این مشکل منو یک جوری حل کنه، و در صورتی که باید خودم اقدام عمل داشته باشم تا مشکلم حل بشه، سهم خودم رو اینجا انجام بدم. و داشتن غرور علی جان، چون که داشتن غرور هم مبراش اینه که من شخصیتی که واسه خودم ساختم الان بیام برم بگم به صاحب کارم که از من کوچیکتره، تجربهش هم کمتره ولی امروز من متنترم، تجربه هم بیشتره، برم پیش سرخ هم کنم بگم آقا من دوچار این خطا و اشتباه شدم، این هم هنوز این وحشت میاد به سراغم و دارم برنامه ریزی میکنم که برم پیشش این اتفاقو بهش بگم. این اتفاقات در من هست علی جان، با خاطر همینی که من هنوز نمیتونم اون کارهای واقعی خودمو انجام بدم و سهم من تو این جریانات همینایی بود که من اسم بردم. ممنونم که به وقت دارید، شکرم، خیرات. مرسی از جزئیاتی که اینقدر با ظرافت بیان کردی و مرسی که اینقدر وقت گذاشتی و ممنون که با ما به اشتراک گذاشتی. در مورد قضاوت کردن، من همیشه اینطوری هستم که میگم نظر دیگران هیچ ربطی به من نداره. به من چه ربطی داره طرف درباره من اینطوری فکر میکنه؟ یه موقع هم هست یه حرفی میخوام بزنم تو محل کار، تو بحث کار، اونجا اصلا به احساسم اجازه نمیدم چون من باید مسئولیت پذیر باشم. آقا این کار کردم، خراب کردم، بدون اینکه حتی بهش فکر کنم میگم. ولی از اون طرف دقیق مطمئنم که من چه کارهای دیگه ایم کردم. یعنی یه کاری نمیکنم که آب رو خودم بره،
آگاه به این هستم که من اینجا رو اشتباه کردم، ممکنه خیلی جاهای دیگه خوب جلو رفتم، و اگر کارفرمای من، رئیس من، مدیر من، همکار من، زیر دست من از این موضوع آگاه بشه و بخواد دور برداره، اشکال از من نیست، و چه بهتر که به خاطر دور برداشتن اون من از اون کار بیام بیرون، چون اون طرفه که من رو با این همه خصوصیت خوب میخواد از دست بده. خوب از دست میده، که قطعاً کارفرمایی که درست حسابی باشه نمیذاره این اتفاق بیفته، یعنی هر طور هست تو رو نگه میداره و به خاطر یه خطا دو خطا در هفته هیچ وقت یه کسی رو اخراج یا مثلا توبیخ یا مثلا قضاوت اگرم بکنن موقته، که تو باید همونطور که مسئول بیان بدیهات هستی مسئول این هم هاشی که تو خوبیهات رو بدونی، نه اینکه خوبیات رو بکنی تو چش بد دیگران، نه منظورم این نیستش، منظورم که فقط خوبی ها رو ببینید. دستبندی که انجام داده بودی خیلی جذاب بود، مرسی که ما به اشتراک گذاشتی. خب بریم سراغ خانم مریم ببینیم این هفته چطور مسئولیتش رو انجام داده، بر عهده گرفته و کارهاش رو پیش برده. خانم مریم بیان، من از توی جزوه ها بچه جزوه حتما بنویسید، جزوه کمکتون میکنه. دعای قدم دعای ترس رو بخونم. خدای ترس رو از من بگیر و هر جا که خواست خودته توجهمو به اون سمت جلب کن. خواست تو چیه؟ من همونجا، من همون سمتم. کم کم ترس ها از بین میره. خانم مریم بیاد، منتظر شما. ما تو جلسه قبل همچنین خوندیم که در قدم چهارم به این دیدگاه میرسیم که چون میخوام به خودم نزدیک بشم میخوام این رنجش ها از بین بره، پس علت قدم چهار کار کردن من نزدیک شدن من به خدامه. بیا خانم مریم، دیدم آنلاین شدی، بفرمایید. سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. سلام. از رنجش ها یه نکته حائز اهمیتی که بیشتر تو چشم می اومد، یعنی خارج از اون نواقصی که داشتم این بیشتر به چشم می اومد تو سهمم تو رنجش ها، یکی این بود که قبول نکردن شخصیت واقعی خودم و پنهون کردن خود واقعی هم، هم از خودم هم از دیگران، یعنی اون شخصیت درونی خودم از خودم حتی قایم کرده بودم، و همین باعث می شد که یعنی یک طرفه با قاضی برم، جبهه بگیرم، دیگران رو مقصر بدونم، در صورتی که وقتی این رنجش ها رو باز کردم دیدم اون خودمحوری به این که من بیشتر از بقیه بلدم خیلی تو این جریان به چشم می خورد، و دیگری این که عدم شناخت خودم بود، یعنی قبول نکردن سهم خودم از به وجود اومدن این اتفاق و این ناراحتی. من تو جریان یه اتفاقی که برام پیش اومد خب خودم همراهی کردم، همراه بودم به واسطه اون شخصیت پنهانی که داشتم و از خودم پنهان کرده بودم، ولی در پایان یعنی اینقدر حق به جانب از اون جریان رنجش به دل گرفتم که ظاهر قضیه دیگران مقصر بودن، ولی وقتی خوب نگاه کردم دیدم شاید حتی 80% جریان من مقصر بودم، ولی پشت اون من واقعیه قایم شده بودم، یعنی اون واقعیه رو هیچ وقت نخواستم ببینم، ایراداتم رو ببینم و بفهمم که منم خب مقصر بودم تو به وجود اومدن این، و این باعث شد که بیشتر حالا این رنجشه که وقتی برای خودم بازش کردم متوجه شدم که در مورد شناخت خودم باید بیشتر رو خودم کار کنم. حالا هر انسانی بالاخره شخصیت های زیرین زیادی داره که شناختن اونا باعث میشه که آدم بهتر میتونه در ارتباط با دیگران باشه. تشکر. ممنون ازتون، تشکر که اینقدر خوب گفتی. بله، یکی از نکات مهم اینه که من هنوز نپذیرفتم که هستم، چه هستم و برای چی هستم، برای چی اومدم. دونستن این موضوع خیلی کمک میکنه، از این جهت میگم کمک میکنه که شما حس خوب رو زمانی میتونید قطعی درون خودتون به وجود بیارید که تو بدونی کی هستی. ما قبلا یه صحبتی کردیم درباره هارمونی ها، گفتیم یه هارمونی هستش که شما باید رعایت کنید. فکر کنید نوازنده یک ساز هستید در یک ارکسترال بزرگ که کلی نوازنده اونجا هستن. اگر ندونی اول اینکه چه سازی داری، دوم اینکه کجا جایگاه نشستن تو هست، همش داری اون نظم نوازنده ها رو به هم میزنی. حالا من نمیگم که همه دور و بریای تو نوازنده و نوازنده ان و تو فقط نوازنده نیستی،
ولی سعی اون بر اینه که این دنیا بره سمتی که همه در جایگاه خودشون باشن و ساز مناسب خودشونو بزنن. ببین چقدر قشنگ میشه، انگار همه دنیا آماده یک اتفاق روحانی بشن و آماده شنیدن یک صدایی بشن. میدونی اینقدر جذابه که فکر میکنم قابل درک برای فکر کنم یک کودک 7 ساله هم باشه. ما این جلسه جلسه قشنگی شد، وقتی همه صحبت میکنن جلسه خیلی پربار میشه. ما توی اولی مرحله باید بدونیم کی هستیم و چرا هستیم، یعنی چطور بودیم، چطوری هستیم و چطوری خواهیم بود. اینکه مثال زدم ارکسترال یعنی یه گروه نوازنده ها، این که شما هنوز نمیدونی ساز چیه و نمیدونی در اون فضای ارکسترال کجا باید بشینی. هر جا دلت خواسته نشستی، نگو جای یکی دیگه بوده. تا بخوای بلند شی بعد بری یه جای دیگه بشینی کلی زمانه، بعد جای دیگه میشینی بعد ای جای یکی دیگه است. حالا شاید اون طرفم دروغ گفته، ولی تو چون مدرک نداری برای خودت که جات کجاست، همش اینجا اونجا اینجا اونجا، و در نهایت با نارضایتی همراه میشه و باعث میشه حالت بد بشه. و من برای اینکه حالت بد نشه پیشنهاد 12 قدمو دادم. 12 قدم باعث میشه که تو حالت حداقل خوب باشه و جایگاهت رو مشخص کنی. بعد از اینکه جایگاهت مشخص شد متوجه میشه که چه چیزهایی داری، چه توانمندیهایی داری که در شکل ساز ما آوردیمش. تو چه سازی داری و با این ساز میخوای چه کارهایی انجام بدی. و خب پرسیدن این سوال از خودت تو اولویت قرار داره. وقتی بدونی ساز چیه باید کم کم یاد بگیری که اول پیش یه استاد بری و سازت رو یاد بگیری. بعد که یاد گرفتی کلی خطا میخوای بکنی تا سازت رو حرفه‌ای بزنی. ولی تمام این مراحلی که الان دارم به شما میگم مثل این میمونه که شما شروع کردی به رشد دادن خودت و اون کسی که سابکار شما هست که پروردگار باشه، خدا باشه، ایشون صبور هستن تا شما سازت رو حرفه یاد بگیری و براش بنوازی. و وقتی هارمونی یاد گرفتی و شروع کردی به نواختن، شاید اینطوری میگم قشنگتر باشه. قدیم ها میدیدیم آدم هایی که پخته هستن، خب هلوش 40 سالو دارن. تو این دور زمانه ما آدم های بسیار سمبالایی میبینیم که هنوز به اون جایگاه پختگی نرسن، اون درک نرسن. خیلی تعداد داره زیادتر میشه و دههی که توش هستیم زیادتر. علتهای زیادی داره که جامعه شناسا بررسی میکنن. یکی از عللی که ممکنه اتفاق بیفته اینه که آدم ها سطحی نگر شدن. ما، من، تو، شما، هممون سطحی نگر شدیم و به جای اینکه عمیق باشیم میریم سطح رو نگاه میکنم. آقا به من بگید چند تاتون یک کتاب 400 صفحه‌ای در طول سال میخونید؟ چند تا کتاب 400 صفحه‌ای میخونید؟ چقدر درباره تاریخ میدونید؟ چقدر درباره اتفاقها میدونید و چقدر تجربه میگیرید از این ماجرا و درک، حالا جدا از عارفانتون، درکتون از زندگی و اینکه چرا من در زندگی هستم چقدره؟ میبینی از خودت میپرسی آره مثلا برای من کمه، من چرا اینقدر مطالعه‌ام کمه، چرا اینقدر وقت دارم کم میذارم. و سن او عمیق شدن آدم ها از مثلا 40 سال رسیده به 80 سال، رسیده به 50 سال، رسیده به 60 سال، حالا دقیقش رو نمیدونم، ولی همین چیزی که داریم تو جامعه میبینیم به خاطر مشکلاتی که هست او عمیق نیستن مردم. نمیگم قدیم نبوده، من دارم صحبت دیگه میکنم. میگم این حرف هایی که ما داریم میزنیم، این صحبت هایی که داریم میکنم، همش در جهت اینه که من سازم و خوب بشناسم. بچه ها ما نهایت تو 10 یا 15 سالگی باید بتونیم نوازنده های حرفه‌ای شده باشیم، چون ما از 10 سالگی نهایت، از 8 سالگی، از 5 سالگی داریم یاد میگیریم. ولی چرا اینقدر اشتباه یاد میگیریم؟ آقا یه بار بیا رنجشت رفع کن، یه بار ترست رفع کن و نسل بعدتو خوب بساز که تو 15 سالگی عمیق بشه به جای که تو 30-40 سالگی عمیق بشه. و سن عمیق شدن انسانها رو از 60 سال برسونیم به 50 سال. این هارمونیه. و فکر کن جوونی 20 ساله، 17 ساله، 15 ساله آماده این هستش که تو هارمونی ارکسترال شرکت کنه. یک معجزه است اتفاق این موضوع. و چه زمان داره برای این موضوع میگم؟ چون مهمه که تو جامعه ای که من و فرزندان من و خانواده من میخوان زندگی کنن این هارمونی وجود داشته باشه تا درد کمتری در جامعه بتونه به وجود بیاره. خب این درد کمتر چی میشه؟ میشه همون رنجش کمتر.
میشه همون که من بهش دارم میگم شما دلش داری بهش میگی 12 قدم. تو نمیتونی به یه بچه 12 قدم رو یاد بدی، ولی تا زمانی که و خب اگر رو خودت کار کنی و زبان غیر کلامی تو 12 قدم بشه، نگاه کردن تو، عقب کردن تو، میمیک فک و صورت و حرکت دست و اینا، کودک اینو یاد میگیره. تو ناخودآگاه به کودکی 12 قدم رو یاد دادی بدون اینکه بهش یاد داده باشی، چون تو، چون اون عیناً تو رو کپی میکنه. اگر از دست بچه ها تو ناراحتی، اگر دست همکارا دوستان ناراحتی، آقا خودت مقصری، چون اونا دیدن از تو یاد گرفتن و خب هیچ کارش نمیشه کرد. تا زمانی که تو رو خودت کار نکنی و متوجه نشدی که چه گندی زدی، نمیتونی چیزی رو بهبود بدی. ما دنبال این هستیم که یواش یواش این هارمونیا رو به وجود بیاریم. گهگاه پای سازت میشینی و شروع میکنی نواختن، گهگاه توانایی های خودت رو به رخ میکشی و این توانایی ها باعث میشه زندگیت قشنگ بشه، بهبود پیدا کنه. ولی چرا دائم نیست؟ اگر یک کارمند باشی، من نمیگم کارمند رو بدم، ولی اگر یک کارمند باشی، نگران این نیستی که به هارمونی برسی یا نرسی، چون تو چه به هارمونی برسی چه نرسی از نظر مالی تأمینی. بحث من اینه که ما ترس ها رو بذاریم کنار و بدون اینکه بترسیم به زندگی جدیدی دست پیدا کنیم، زندگی که لایق اون هستیم، من لایقشم، تو لایقشی، و لازم داریم که بتونیم واقعا حرفه‌ای تر زندگی کنیم. خب نعمت بیا بالا ببینم سهمتو چجوری پیدا کردی. نعمت بیاد بالا ببینم چی دارم که بخونم. ماشاءالله و درود. شاکرم. سهم من از رنجش ها، من بیماری دارم، خب بیماری شاخهای حال چیزی که من درک کردم، بس سهم من در رنجش ها، من یعنی من خودم به شدت وقتی به خودم و گذشته خودم نگاه میکنم، من عاشق نگه داشتن رنجش ها بودم. حالا نمیدونم یه اتفاق کی افتاد، از کی شروع شد، ولی یه علاقه خاصی برای این نگه داشتن کینه ها و رنجش من داشتم. جالب اینجاست که من مدام بعد از این اتفاقاتم، حالا اتفاقاتی در اون زندگی من افتاده بود و من مدام در حال نقشه کشیدن بودم برای تلافی، برای که به دنبال ایجاد، همیشه دنبال این بودم که زمینه ها رو ایجاد کنم برای و فراهم کنم که من این تلافی یا این موارد رو به ثمر برسونم، و یا اینه که چجوری راحت‌تر بتونم این تلافی رو انجام بدم و بعدم باز نقشه میشم چطوری بتونم از یعنی امروز زمینه رو بچینم که بعدن یه جای گریبانگیرم نشه، بتونم راحت از این موضوع هم خلاص بشم و راه گریزش رو داشته باشم. یعنی من خودم خیلی سریع رنجش و کینه میگرفتم و هنوزم بعض مواقع همون آدم هستم، اما یواش یواش من علاقه خیلی زیادی به حفظ کینا و رنجش ها فرام پیدا کردم و میشم میگم دنبال نقشه، یک عمر دنبال نقشه کشیدن بودم، کار من بود نقشه میکشیدم که من چجوری تلافی کنم. و حتی نه تنها انسان ها، حتی سازمان ها رو من توی لیست داشتم که من یه روزی به هر طریق از هر راه شد من تلافی کنم. بعد اولین نقش و مشکل منم، حالا نه دنبال نقش خودم، من این گذشته من بود، این چیزایی که گفتم، نقش و مشکل من این بود که من این رنجش ها رو حفظ میکردم و تبدیل به کینه ها، یک کینه های بزرگ. نقش بعدی من این بود که هیچ وقت من نقش خودم رو دنبالش نبودم، که من خودم هم این تو این جریان مقصر بودم، مقصر نه، همیشه مردم دنیا سازمان ها بقیه مقصر بودن و من نبودم، در حق من اجحاف و ظلم شده بود. و نقش سومی که من به دنبال باز بدتر از همه، من اینا رو حفظ میکردم و دوست داشتم، علاقه داشتم، خیلی علاقه من بودم به حفظ کردنشون و به دنبال راه تلافی بودنشون بودم. حالا من خودم هم که امروز به شخصیت خودم، حالا تو این با این قدم و به این کمک شما دوستان من پی بردم، من شخصیت دارم که حتی کوچکترین رفتاری رو من تفسیر میکنم و رفت میدم به خودم به دلایل مشکلات فراوان، حالا در از نظر شخصیتی یا به هر طریق حساب کنید. من حتی توی جمع اگر یه صحبتی میشد
احتمال زیاد من اونو برای خودم برداشت میکردم، میگفتم منظور این شخص، حالا اومد شاید هیچ منظوری هم نداشت، اومد راجع به یکی دیگه یه تکیه یه حرف میپروندن، فکر میکردم به من این حرف و این تکیه رو. اینم باز به خاطر همون شاید غرور، کوچکترین اعتراضی رو من توهین تلقی میکردم، حتی کوچکترین رفتاری تبدیل به رنجش میشد. اینم به خاطر باز همون در غرور کاذبی که من فکر میکردم واقعا من کی هستم، کسی هم و تمام دنیا حول محور من باید بچرخه باشه و نباید اینجوری رفتار بشه، باید این صورت به اون صورت. این چیزهایی بود که من برای خودم پیدا کردم و همین هست. ممنونم بچه ها، ماشاءالله به این جزئی نگر بودنتون دمتون گرم، خیلی قشنگ خودتون رو آنالیز کردید، آفرین. نعیم، نعمت ببخشید، ما یک صحبتی درباره ارکسترال کردیم، گفتیم یک عده نوازنده ساز هستن که دارن یه جا سازی رو میزنن و چقدر براشون مهمه که خروجی کار خوب بشه. حالا فکر کن این آدمایی که اینقدر هرج و مرج کردن، مثلا 2 میلیارد آدم هم میخوان ساز بزنن، این همه آدمی که سر و صدا کردن، هرج و مرج کردن و ادعا دارن که اینا اشرف مخلوقات هستن و بهترین هستن و میخوان بهترین رو اجرا کنن، چجوریه؟ آقا یه صندلی هست مخصوص آقای ایکس، بعد نعمت اومده روش نشسته، نعمت اشتباه کرده، آقای ایکس هم که هنوز نمیدونه اونجا جایگاهش هست یا نه، با نعمت شروع کرده دعوا کردن. یعنی دو نفر سر یه جایی که اصلا نمیدونن براشون هست با هم دعوا کردن، بعد آقا نعمت حالا به خاطری کشید کنار و رفت دنبال یه جای خودش بگرده، چون حد زد، چون زرنگ بود، چون هوشیار بود و فهمید اونجا جاش نیست و بلند شد رفت یه جای دیگه بشینه، ولی همچنان تو فکر این هست که بره پایه صندلی اونو با اره ببره، چون اون فلان حرف رو بهش زده. حالا چیکار کرده اون طرف باعث شده که نعمت بره جای خودش رو پیدا کنه، جایگاه خودش، حالا چه بالا چه پایین، ببین چه کمکی بهش کرده. درسته که سبک کمک کردن با این نبوده که من میخوام کمکت کنم، من هم دردتم، با لحن اون نبوده، ولی به این نتیجه رسونده نعمت رو که بره تو جای خودش بشینه. خیلی وقتا ما تو جای خودمون نیستیم و مشکل از اونجای شروع میشه که من تو جای خودم هستم و یه نفر دیگه میاد به من میگه آقا چرا مثلا تو جای من نشستی، و بزرگترین مشکل همینجاست که من نمیتونم از خودم دفاع کنم و بگم اینجا جای منه، چون دلیل منطقی ندارم. حالا فکر کن نعمت جای خودش رو از دست داده به خاطر اینکه خودش منطق نداشته، باز کی مقصره؟ بازم نعمت مقصره. حالا نعمت مثاله ها، بیا هارون، مریم، علی، فرق نمیکنه، اسمش زیاد مهم نیست، به اون دقت کن که ما قراره توی این هارمونی که شرکت کردیم و قصد کردیم و به هم متعهد شدیم که ساز بزنیم، داریم دعوا میکنیم سر جایگاه، سر اینکه من کجا بشینم، ساز من چی باشه و چرا فلانی داره ساز منو میزنه. حالا این تو جایگاه، یه موقع هستش که تو ساز. حالا فکر کن 10 نفر 15 نفر یه جا نشستن و همه جاشون رو پیدا کردن و ساز تخصصشون دارن، یه نفر میاد سرپرست اینا میشه، به اینا خط میده، فکر کن به بغلی نعمت گفته یه چیزی، بعد نعمت اون حرفا رو به خودش گرفته. حالا مشکل چجوری باید حل بشه؟ خب ما تنها چیزی که به شما میگیم اینه که میگیم هوشیار باش. وقتی بتونی هوشیار باشی میتونی بفهمی که آقا کی به تو گیر داده و اصلا گیرش برای چی بوده. کاری نداره که آقا یکی به تو برمیگرده فلان حرفو میزنه، تو ازش خیلی را باهاش حرف بزن، به جای اینکه حرف نزد از کنارش رد شی، خیلی خوب باهاش حرف بزن، بگو علت این که تو به من گیر دادی چیه، ما میتونیم با هم حرف بزنیم، خب چرا حرف نمیزنیم؟ خیلی وقتا ما انقدر حرف زدیم، گفتم یه مشکلی داشتم، حرف 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 حرف، رسید به مدیر کل و رئیس و فلان، با اونم مجبور شدیم حرف بزنیم. خب آقا تا وقتی من ندونم دلیل یک موضوعی رو که من نمیتونم برم اونو اصلاح کنم، پس باید حرف بزنیم. حالا برسیم به اینجا، یکی برمیگرده من دوست ندارم حرف بزنم. آقا دوست نداری حرف بزنی، از کجا معلوم بشه درد تو چیه؟ از کجا میتونی زندگی تو عالی بسازی؟ از کجا میتونی تو تعادل باشی؟ بعد رنجش بی خود میگیری، یه موقع یه رنجش هست با حرف زدن رفت میشه، ولی چون تو ترس داری از حرف زدن و خیلی چیزهای دیگه که به همین قدم 4
مربوط به جلسات قبل تا 5 جلسه قبل مربوط میشه، که من 5 جلسه 6 جلسه مربوط وقت گذاشتم برای ترس صحبت کردم. تو برای اینکه ترسیدی حرف بزنی حقت رو از دست دادی، حالا باید بدوی تا حقت رو بگیری. یه موقع هم هستش تو میدوی ولی اطلاعاتت کمه و خب این تجربه میشه. من سعی کردم تو حرفم تمام احتمالات رو بررسی کنم و هر وقت شما هم به این موضوع فکر کنید قطعا به این درک میرسید که آقا من اگه یکم وقت بذارم فکر کنم به جواب قطعی میرسم و چقدر خوب میشه که من و چقدر خوبه که من میتونم به جواب قطعی برسم و این جذابیت داره برای من که من تونستم تو این جایگاه به جواب مناسب برسم. خب قبل از اینکه شروع کنیم و من درباره این صفحه یک صفحه براتون صحبت کنم، کسی اگه سوالی داره لطفاً بفرمایید، من گوش میدم بهش و اگر تجربه‌ای داشته باشم براش حتما صحبت میکنم. یک سوال دارم، آیا همتون با نوشتن لیست رنجش ها و ترس ها حس خوبی دارید یا نه؟ لطفاً هارون بگه. سلام و مجدد خدا قوت علی جان. آره علی جان، اولی اتفاق این نفتی این که من سر آره خیلی عالی، هم خیلی عالی. بله دمت گرم ممنون. خانم مریم شما لطفا بفرمایید بالا، شما بگید با نوشتن لیست حس خوب دارید یا نه؟ خب من با نوشتن این لیست البته اولش یکم ناامیدی، یعنی ناامید شده از خودم یکم، خب یکم ناامیدی اومد سراغم، ولی به خاطر اون شهامتی که تو نوشتن پیدا کرده بودم و درستم به قولن یکم به اون خودشناسیه برسم حس خوبی دارم. بعد ببخشید آقای عزیزی، به من یه سؤال دیگه داشتم، یکی آیا بیماری یا همون خلأ یا همون کمبودی که ما داریم تو 12 قدم ازش نام میبریم، این بیماریه این کمبوده باعث مصرف مواد میشه یا این که مصرف مواد باعث این بیماری میشه؟ جواب این سوال تو قدم 1 هست، برو قدم 1 رو بخون و جواب این همین سوال رو جلسه بعد مطرح کن و جوابش رو هم بده. اصلا فکر کن این یک پروژه است که خودت بعد انجام بدی. قدم 1 و جلسه اول قدم 2 درباره این موضوع ما صحبت کردیم. از هیچ کی هم نپرس، میخوام یاد بگیری که روپا خودت وایسی. فکر کن تو قدم بعدی شما باید رهجو بگیری دیگه، رهجو گرفتی بعد این سوال ازت پرسید میخوای چی جواب بدی، اصلا چجوری باید به جوابش برسی؟ دوباره زنگ بزنی به من؟ نه، برو قدم ها رو بخون و سعی کن با این قدم ها جواب پیدا کنی. دمت گرم، خدا قوت بده. نعمت شما بیا بالا. با نوشتن لیست، این لیستایی که تا الان داشتیم حس خوب داری یا نه؟ نعمت با سلام، سلام مجدد. حقیقتش با نوشتن لیست زیاد حقیقتش حال نمی کنم، چون به نوعی بعضی وقتا یه زخمایی رو باز میکنه، ولی از نتیجهش راضیم. سخت برام، اینکه سخت نباشه، من بگم با عشق نیستم دروغ گفتم، برام سخت هست، ولی نتیجهش همیشه نتیجه بخش بوده، نتیجه خوبی بوده، همراه با آزادی و سبکی بوده. اینو من تجربه کردم. خیلی عالیه، ممنون که با صداقت صحبت کردی، ممنون که تعارف نکردی، راحت بودی و خیلی آسوده صحبت کردی. لطفاً امشب شما اختصاصاً شروع کن به خانش قدم 3 مجدد. نعمت با نوشتن لیستا حس خوب نداری باید قدم 3 بخونی تا دلیل این که من چرا دارم اینو می نویسم رو پیدا کنی. یکم ممکنه زمان بر باشه یا با خودت بگی آقا آخه چه کاری من قد درد بکشم، ولی باید به جواب برسی. خب قدم 4 رو نمی نویسیم که حس خوبی داشته باشیم.
حس ها یک لایه هایی در ذهن ما هست که در قدم دو به شرح کامل براتون گفتم، و ما میخوایم تو لایه های مختلف روانمون این حس های مختلف رو بررسی کنیم، لیست های مختلفمون رو بررسی کنیم تا برسیم به عمیق ترین حس درونیمون، یا به قولی میگن همون کودک پروفسور کوچولومون که بالغ درون کودکمونه. و خب یکم اینجور مسائل و رسیدن بهش ممکنه اذیت کننده باشه برامون، اولش آره، ولی قرار نیست اذیت کننده بمونه. ما ممکنه یک بار دو بار این تجربه رو داشته باشیم و بعد روون بشه. این حسایی که ما داریم زودگذر هست و این لایه های رویی سریع از بین میرن و لایه های زیرینن که با فرو رفتن تو خودمون میتونیم بهش برسیم. بچه ها لایه هایی که رو هستن دیدید، مثلا حالا اونایی که صنعتی کار هستن، وقتی یه جای یه چیزی رو دو تا لبه پلیت و صفحه رو به هم، مثلا دو تا صفحه هست اینطوری، این وسطشون یه شیاری هست، این وسط رو شروع میکنی جوش دادن، یه خاکی روش میمونه که با دو تا تقه چکش که میزنی این خاکه میره. حالا تو مثال دیگه، مثلا یه سطحی کثیفه، من یه دستمال که میکشم تمیز میشه، اما آیا این جوشی که من اینجا ریختم و خاکش رفته آیا عایق هست؟ آیا نفوذ داره؟ آیا اشتباه نکنه جوش داده باشم؟ این سفته. این همون لایه های سختیه که ما میخواییم درونمون بهش برسیم، لایه های زیرین با فرو رفتن تو خودمون. این جوش تو دیگه نمیشه با چکش زد با تست کرد که آیا این سفت است یا نه، اینو باید با دستگاه تشخیص بدی. و این دستگاه در بدن ما همون تفکر عمیقه و همون فرو رفتن تو خودمونه. ما اجازه میدیم از جایگاه خدایی زندگی ها رو ببینیم. با خدا بودن رو ما کم و بیش دیگه تونستیم لمس کنیم. حالا نه اینکه در طول هفته بگیم 10 ساعت، آقا 5 دقیقه تو هفته رو تونستیم حس کنیم. یه لحظه تنمون سیخ میشه، میگیم واو این چی بود، این ماجرا چی بود، این چجوری اتفاق افتاد، دوباره میخوام تکرار بشه، دوباره اتفاق بیفته. ما روی لیستمون کار نمی کنیم که اون آدم رو ببخشیم یا فراموش کنیم، ما میخوایم اشتباهات خودمون رو پیدا کنیم. بچه این خیلی ارزشمنده که شما به جای اینکه بخوای اون آدم رو تغییر بدی یا یه برنامه‌ای برای اون آدم بریزی، رو خودت کار کنی، یه برنامه برای خودت داشته باشی که من چرا این کار کردم، چی کار کنم که دوباره این اتفاق تکرار نشه. این حرف یعنی تو الان زندگیت برای خودت مهمتر از دیگرونه. چقدر خودخواهیم، خودپسندیم و نادرست رفتار کردیم. ما فعلا روابطمون رو میخواییم اصلاح کنیم. روابط اصلاح کردن خیلی قشنگه، مثلا یه لبخند، یه اسمس زدن، یه زنگ زدن، حالا تو تلگرام، سوشال نتورک، یه موزیکی، متنی، انگار یه رفیقی دیگه، با یه رفیق چجوری رفت و آمد میکنی. سعی کنیم اول یکم روابطمون رو اصلاح کنیم. اگر میخوای رنجش ها از بین بره، سعی کن با طرف مقابلت یه طوری ارتباط بگیری. این یه طوری ارتباط بگیری یکی از سخت‌ترین راه هاست. خب من چجور ارتباط بگیرم؟ بهش زنگ بزنم، مسیج بزنم؟ ببین این اتفاق میفته، تو از الان اینو درونت میخوای و این خواستن خواستنی هستش که برای دیگران سود داره. چرا سودش برای دیگرانه؟ به این قضیه اینطوری فکر کنید که اگر تو روابطت با دیگران اوکی بشه، تو آروم میشی، رنجش ها از بین میره، تفکرهای اشتباه بین میره و حداقل اون 5-6 نفر دور و بر تو، خانواده تو، رفیقهای صمیمی تو حس آرامش از تو میگیرن. پس تو با از بین بردن رنجشه تونستی حس خوب به خودت و دیگران بدی، پس سود دیگران هم میتونه دخیل باشه تو این ماجرا. ما تو میتونیم چیزی رو بخوایم که سود دیگران درش هست و این خیلی میتونه قشنگ و ارزشمند باشه، ولی به شرطی که نخوایم صرفا یه کاری انجام بدیم که بگیم آقا من از روی عقده ها، کینه ها، مثلا یه کاری تو بچگی میخواستم انجام بدم نتونستم، حالا بیام
انجامش بدم چون جایگاه فلانو دارم بیسار. اینطوری رفتار نکنیم، ببینیم آقا من سهمم چیه، یه طور کاریو ببریم جلو که اون ریتمه رو به هم نزنیم، اون نظمه رو در یک ارکسترال به هم نزنیم. این هفته وقت اینه که بری تو دل خودت، تو وجود خودت و بگی با کی ما مشکل دارم. پیدا کن، پیدا کنش. یه دفترچه این هفته تو جیبت بذار و از این هفته به مدت 7 روز تا جمعه هفته بعد بررسی کن، ببین که عمیقا از کی رنجش گرفتی، با کی مشکل داری. میبینی من هنوز قدم 4 رو ول نمی کنم. به نظرم قدم 4 میتونه سالهای سال کار کنه و این جوابگوی ما هستش. این واکنشی که ناشی از رفتار ما میشود صدمه میزنه به انسان ها یعنی اینکه من از درون با یک اتفاقی مشکل دارم و به جای اینکه بیام اونو حل کنم همش سعی میکنم از اون تفره برم و میرم سمت مسکن استفاده کردم. بچه ما اینجا بیمار نیستیم، ما اینجا اومدیم حالمون بهتر بشه. ما داریم زندگیمونو میکنیم، چه 12 قدمیه چه نه، داریم زندگی میکنیم. ولی وقتی 12 قدمیه بهتر زندگی میکنیم و ما میخوایم اعتقاد پیدا کنیم به این بهتر زندگی کردن، گفتم که ما جلسه پیش بهتون گفتم که ما نمیتونیم به همه کمک کنیم ولی به طور قطع میتونیم با همه مهربون باشیم. حریم خصوصی ما عزت نفس ما هست. نگذاریم کسی به شما توهین کنه، یعنی به خودتون اجازه ندید. هارون اون موضوعی بودش که گفتم من برم جلوی مدیر کارخونه از ایرادای خودم میگم. بین خودت و خودش در یک شرایط خیلی خوب میتونی صحبت کنی. خیلی وقتا منم صحبت کردم، گفتم ببین من فلان جا فلان خرابکاریو کردم، اگه ایده‌ای به ذهنت میرسه من میخوام اینو درستش کنم، چطور باید درستش کنم. حالا ممکنه اون کمک کنه، ممکنه پرخاش کنه، اون هر کاری کنه، من اشتباه کردم و اشتباه سمت من بود و من باید بهش بگم که اشتباه کردم و این یکم سخته و خب از الان بخوای این کارو شروع کنی قطعا سخت‌تر هم میشه. ولی ما میتونیم فعلا روابطمون رو اصلاح کنیم و فکر کنیم به اینکه چه کسی نزدیک ما هست و من باهاش مشکل دارم، یکم سعی کنم نترسم و جلو برم، خداخواه باشم، از دید خدا به قضیه نگاه کنم. ببین این موضوع برای کسی که اصلا تو باغ نیست و مثلا یهو اومده این فایلو داره گوش میده خیلی سنگینه، چون اصلا نمیدونه با چی باید روبرو بشه، یعنی چی من اینو بذارم کنار، یعنی من چجوری با این روبرو بشم و خیلی سوالا براش مطرح میشه که اصلا من چرا باید این کارو بکنم، من چرا باید به خودم صدمه بزنم. ما باید خودمون رو آماده کنیم برای اینکه بتونیم ارتباطی با خودمون بگیریم و قبل از اینکه مشکلی بزرگ به وجود بیاد من مشکلم رو با خودم حل کنم. من الان صفحه 99 کتاب الکلی های گمنامم، یعنی تا اینجا ما تا صفحه 99 کتاب الکلی گمنام رو خوندیم و خوبه که روش وقت بذاریم. و اما صحبتی که دارم بچه، داشتن روابط متعدد با آدم های مختلف حالا از هر لحاظ شایستگی اینو میخواد که شما هوشیار باشید. اگر نتونی در هوشیاری اتفاقی رو رقم بزنی قطعا نمیتونی توی اون اتفاق حال خوبی داشته باشی و مثلا فکر کنی که روابطت قرار خوب بشه. نه، خوب که نمیشه، هیچی بدتر هم میشه. چرا؟ چون تو نتونستی مدیریت کنی روابط رو، نتونستی سهم خودت رو پیدا کنی و باز همون مشکلاتی که قدیم داشتی دوباره سر راهت سبز میشن. یک بار یک مشکلی رو تجربه کردی، ازش درس بگیر، دیگه تکرارش نکن و سعی کن اشتباه قبلیت رو هم جبران کنی. این صحبت‌های مهمی هستش که این جلسه بعد براتون میکنم. در جلسه بعد ما قصد داریم که لیست روابط جنسی رو با شما کار کنیم که یکم زمان بره، من ترجیح میدم تا همینجا نگه دارم قدم ها رو و بیشتر تمرکز کنیم روی خودمون و اینکه چه کنیم تا این لیست روابط جنسیمون بتونه بهتر خودش رو نشون بده. زیبایی این اتفاق همینجاست که شما روابطت خوب میشه، آدم ها با شما ارتباط میگیرن و شرط بقای شما اینه که تو رابطه باشه. اصلا شما تو رابطه به دنیا اومدید، حالا چطور میتونید تو رابطه نباشید؟ این سوال هستش. پس سعی خودتون رو بکنید که هر طور هست روابطتون رو درست کنید.
من در قدم دو خیلی اصطلاحات روانشناسی به کار بردم در یک فایل های جدای دیگه، اینجا آموزش ندادم. تو اون فایل ها گفتم برید اون فایل ها رو گوش بدید و سعی کنید با به چالش کشیدن خودتون یک عمقی در خودتون به وجود بیارید و زندگیتون رو از اینی که هست لذت بخش تر کنید. صحبت آخر رو با هارون شروع میکنیم. هارون صحبت آخر داری بفرمایید، میشنویم. سلام علی جان، وقت بخیر. در رابطه با چی صحبت کنم علی جان؟ موضوعی هست؟ سوالی هست یا نه؟ ما میخوایم هفته بعد وارد لیست روابط جنسی بشیم. از همین الان شروع کن درباره چیزهایی که تا به الان بهش رسیدی صحبت کردن و به قولی میگن درک خودت رو از اینکه چرا داری 12 قدم کار میکنی بگو، که ما یک چک پوینتی، یک جایی داشته باشیم که آقا میگه ما تا اینجا روی این موضوعات کار کردیم و به این درک ها ما رسیدیم. ممنون، متشکرم. بسگذار خداوند بابت این وقت و از شما دوستان عزیز. قدم ها علی جان اتفاقیه که تو زندگی من ناخواسته افتاد، چون که من خواهان کارکرد قدم ها و نمیدونستم که جریان تو زندگی من پیش میاد. در اوج ناامیدی قدم های 12 گانه شروع شد، استارت خورد. بحث این بود که من خودم رو بشناسم و اولین شرطش این بود که من پاک بمونم، اولین شرط این بود که من غبار ذهنی نداشته باشم توی این مسیر، چون که همانطور که جسم من سالم شد ذهن من باید از نظر فیزیک سالم بشه و ذهن من باید مدیریت بشه در قدم های بعدی. و این اتفاقا افتاد و در قدم دو زمانی که ذهنت و جسمت پاک میشه نظر غبار و اون چیزی که اون کارهای گذشته که انجام میدادی، امروز درک درستری رو میتونی از خدا و خودت داشته باشی و سلامت عقل میاد به سراغم و اون خدایی که من داشتم قبلا با این که حالا دارم درک کنه زمین تا آسمان فرقه، چون که خدا همون خدای ولی برای کوچیکی من از خدا برده بودم و حالا میخوام از اون خدایی که در گذشته داشتم فراموش کرده بودم بهره بیشتری ببرم، بیارمش تو زندگیم و بیشتر در حمایت من تو زندگیم دخیل باشه. و تعصب و حساسیت و لجاجت و اینا بود تو قدم دو بود فکر کنم. آره، و اینا باعث شد که من از اون چارچوب زندگی خودم قبلا به وسیله خانواده، اجتماع و اطراف و فرهنگی که من توی زندگی میکنم جدا بشم، بیام یک چیزی جدیدی رو توی زندگیم تجربه کنم و این توأم باشه، این فرهنگی که من مجموعی از رفتارهای من بود در گذشته توأم باشه با آگاهی، توأم باشه با یک شناخت و شناخت خودم و پیرامون خودم، تا بتونم نقش خودم و نقش وجودی خودم و وجود خودم بیشتر پی ببرم. در قدم سه سلامت عقلی که در قدم دو اومد درک درستی از خدا داشته باشم، در قدم سه بهش اعتماد بکنم و این اعتماد زمانی بیه اتفاق میفته که تو بتونی دردها، رنجها، کینه ها و اون چیزهایی که در گذشته برات اتفاق افتاده که داری حملشون میکنی، داره مهمان جدید وارد خونت بشه، داره اینا رو باید بریزی دور و این کار دارم انجام میدم به شما دوستان و اونایی که در اطراف هم هستن و به کور خداوند مهربان و اتفاق خشنگ تو زندگی من هر لحظه میام، هر هفته به این هفته بعدش اتفاق جدید و ملموس و کوچیک حتی میفته که من جریانات جدید تو زندگی هم جهت داده میشه تو بحث جسم، ذهن، روح و روابطم با خودم، روابطم با اطرافم، خانواده هم، با پیرامون خودم و همه اینها باعث تغییرات در زندگی من شده و احساس میکنم که میتونم. و دقیقا دیروز همین دیشب بود که داشتم با خودم خلوت میکردم، خدا کی میشه من اون نقشی رو بتونم بازی کنم، کی اون اتفاق میفته که من بتونم خودم رو پیدا کنم و با توی خداوند
مهربون میتونم ارتباطمو مستقیم برقرار کنم بدون ترس واهمه و قضاوت دیگران و هیچ چیزی بین من و تو نباشه، فقط من بتونم با تمام و کمال از تو بتونم پیروی بکنم و تو زندگیم بیارم شما رو، نقش خودم و نقش شما رو پررنگ ببینم توی زندگی خودم. و همین جریانات باعث شده که الان بحث روابط ها هست علی جان. حالا بحث نمیتونم بیشتر صحبت کنم چون که وقت نمیدونم میتونی بدی هست بگم دوسته جمله دیگه باش. حرفات قشنگه، درکت قشنگه. بحث روابط هست الان علی جان، بحث روابط ها تا زمانی که درون من با خودم مشکل داشته باشه، زمانی که من آشفتم، زمانی که من کینه دارم، زمانی که من عصبانیم، رنجش دارم، درد دارم، ارتباط من با خودم قطع میشه. در زمانی که ارتباط من با خودم قطع میشه، من نمیتونم به کسی دیگری به نام نیروی برتر یا خدا کمک بگیرم، از دیگران کمک بگیرم، چون که من دیگر رابطه‌ام که با زمانی که من خودم نمیتونم خودم رو مدیریت کنم و نمیتونم از دیگران هم کمک بگیرم و زمانی میتونم از دیگران کمک بگیرم که رابطه من با خودم درست باشه. زمانی که رابطه من با خودم اصلاح بشه، میتونم راحت با دیگران، با یه شخص، با فرد، با اجتماع، با خانواده، با اونهایی که پیرامون ما هستن، تو زندگی ما تاثیرگذارن و من تو زندگی اونا تاثیرگذارم. مسئولیت بعضیا با منه، مسئولیت زندگیشون با منه و بعضیا مسئولیت زندگی من با اوناست و میتونم بهتر رابطه برقرار کنم، روابطمو اصلاح کنم و عشق ببرم به اونها. و هر چی که من بیشتر تو این برنامه پیشرفت کنم، عشق وارد زندگیم، هر چی بیشتر اسم خدا رو بیارم و به او توکل کنم در بحث تصمیمات زندگی، احساس قشنگتری میتونم بگیرم داشته باشم و تصمیمات قدرتمندتر و بزرگتری تو زندگیم میتونم راحتتر انجام بدم و تو این مسیر میتونم بهتر تعادل رو بیارم تو زندگیم. بحث روابط هست. قدم بعدی جریانش اینه که ما بحث رابطه ما، همونطور شما فرمودی، رابطه دو تا انسان، یه انسان آفریده میشه. حالا این رابطه رو انسان‌ها به انواع و اقسام تفسیرش کردن. منی که در گذشته بودم فقط شاید این رابطه رو عضو میخوام، یه رابطه لذت بخش فقط در حد جسمی، و یا فقط اینی که بعضی ها این فکر میکنن مثلا به این وسیله اینو افراد یا به وسیله ابزاری رو نگاه میکنن فقط یه حس حالی داشته باشن. بعضی های فکر میکنن فقط به خاطر تسلسل نسله و اینی که بچه دار بشه و انسان بالاخره رشد میکنه، جمعیت زیاد بشه تا به جایی برسه تا بتونه وسیله زاد و ولد. ولی اینجا از به وحدت رسیدن ذهن و روح که همون خداوند مهربان، ترکیب از ستا یک مخلوق به نام انسان به وجود میاد و ما اینجا میدونیم که هم انسان، هم ذهن، هم اون خدا داخلی توی این جریان، پس نمیتونه کار زشت یا نادرستی باشه. این ذهن من اینا رو اینجوری تفسیر کرده که بد بودن. ولی از این بعد ما هم سعیمون بر اینه که از زاویه دید خدایی و از زاویه دید مثبت این مسئله نگاه کنیم و راحت‌تر میتونیم توی این مسئله قضاوت بکنیم و تفسیرش بکنیم و تو زندگیمون بیاریمش و بتونیم با این راحت‌تر کنار بیاییم. ممنونم، زیاد صحبت کردم. ممنون، نه قشنگ بود، درکت بود دیگه. به هر حال قرار بود با هم به یک درکی در این قدم ها برسیم. آقای نعمت، اگر صحبتی داری بفرمایید، به عنوان خلاصه در آخر کار داشته باشیم، بشنویم صداتون رو. با سلام مجدد. منم حقیقتش این 12 قدم، یعنی برای من بگم حکم زندگی کردن داره. حکم یعنی واقعا نجات از مرگ حتمی بوده و هست، چون واقعا به من کمک کرده. واقعا 12 قدم زندگی من تغییر داده، حال روحی من تغییر داده و به نوعی حتی سرنوشت زندگی منو همه رو زیر رو کرده. یعنی توی مسیر خیلی خوب و قشنگی قرار گرفتم. به کمک این 12 قدم یه شناختی از خودم پیدا کردم و از همه مهمتر رابطه من با آفریدگارم و دنیای اطرافم رو اصلاح کرده و بهتر کرده. در کل من میدونم برای من 12 قدم حکم زندگی کردن داره و زندگی خیلی قشنگ و پرمعنای. ممنونم از راست.
مرسی، تشکر از وقتی گذاشتید. دوستان تشکر از شما که دارید میشنوید. از مدیر فریکنفرانس تشکر میکنیم واقعا که این برنامه رو ایجاد کرد برامون، بتونیم دور هم جمع بشیم و همه عواملی از جمله برق و گاز و هوای مناسب و کلا همه چیز که تونستیم ما الان سلامت در کنار هم باشیم و این اطلاعات رو به اشتراک برای دیگر دوستانی که ممکنه به دردشون بخوره. و تا چیزی که من الان حدس میزنم و بازدید هایی که دارم میبینم که کم هم نیستن، امیدوارم که سازنده باشه و تونسته باشه کمکشون کنه. هارو جان بیا دعای قدم رو لطفا بخون شما تموم کنیم جلسه. مرسی. هارون بیا دوی قدم رو بخون. خب نیستش هارون، خودم میخونم. پروردگارا خود به تقدیم تو میدارم، با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی، از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم، مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد، برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و در راه تو یاریشان خواهم داد، باشد که همیشه بر اراده تو گردن نهم. آمین. ایامتون خوش باشه، هفته عالی داشته باشید. خدا نگهدار.